مرد هزار چهره، توی این مدت سالهایی میگفتیم مرد هزار چهره، امروز بهش رسیدیم. انواع حکم ها از سازمان ها و نهادهای مختلف، حمل سلاح کمری نیاز بوده؟ نه غیر مجرد. جله 11 تا حکم و کارت. فعلا 30 شاکی در پرونده داره. مثلا میگفتن دادگاه مشکل داره. مشکل دادگاه، مشکل دادگاه داریم، تعزیرات مشکل داریم، در قبالش پول دریافت میکرد. چقدر میگه؟ چقدر؟ 100 تومن بوده، 200 تومن. 100 میلیون، 200 میلیون. آره. همه فن حریف بوده. تبلیغ رسمیش هم دیدم، امروز داشتم تو ماشین نگاه میکردم، جالب بود. ناطق محروم، دل هر آدمی به درد میاره. خلاصه اینکه خودشو دکتر معرفی میکرده، خودشو به همه جا وصل میدونسته، بیش از 20 سمت هم برای خودش لیز کرده بوده. من در یک جای معتبر ایشون رو با سلاح، با محافظ، با کارت، با سایت اصل کش شده، 50 تیر جنگی هم ازش کش شده. گفتم میرم چند تا شاکی دارم؟ در حال حاضر بیش از 30 نفر مراجعه کردن. 30 نفر تو چند روز؟ 5 روز. به گفته خودش تا حالا بیش از 2.5 میلیارد تومان به عناوین مختلف کلاهبرداری کرده. چقدر پول گرفت؟ 100 میلیون. 100 میلیون. شما چی قربان؟ از منم 100 میلیون قربان. لط از من وکال لط گره که بره کار من 270 میلیون تومان. 270. هر جا هم با ما قرار میذاش تو جلساتی که با ما خاصی مثلا توضیح بدیم که با اچکا کنه با آمبولانس 5 تا بادیگارد اسلحه کمری ساعت 11 شب با آمبولانس تردد میکرد، 6 صبح آمبولانس تردد میکرد، 5 صبح نکته میگفتن که بعضیا با آمبولانس حرکت میکنن. این آید دکتر پیدا کردیم. به این قسمت خوب توجه کنید. به محافظه چقدر میدید؟ ماهی نفری 3 تومن پژو و جکس وایف. شیشه دودی؟ شیشه دودی. بعد الیدی هم میزدی و دیگه؟ بله حرکت میکرد. آمبولانس هم شنیدن پشتر ماشین میدن؟ نه آمبولانس من نداشتم، ولی ما مرکز یه مرکزی بود که کرونایی جا به جا میدن. سلطان آمبولانس هم پیدا کردیم، خیلی دنبالش بودیم. توصیه پلیس هم جدی بگیریم که پولمون نره. زمانی که مشکلی دارن، مشکل قضایی اداری دارن، گول ظاهر افرادی که به این شیوه از مردم کلاهبرداری کردن نخورن. حتما از اون سایت مربوطه، اون سازمان مربوطه، از کانون وکلا، از سازمان نظام پزشکی سایتشون استعلام بگیرن، از صحت اظهارات و توانایی اون فرد اطمینان حاصل کنن. اما نکته آخر، از این آدم های هزار چهره در شهر کم نیستن. فقط مراقبت کنید و تنها راهی که انتخاب میکنید راه قانونی باشه. داوود فتحعلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.